سلام عرض ادب دارم به محور امشب با من سپر خوش آمدید. والستر جورنال در گزارشی از فساد گسترده پیمانکاران ارتش آمریکا در افغانستان پرده برداشته است. بر بنیاد این گزارش بیشترین سود را از جنگ افغانستان پیمانکاران ارتش آمریکا بردن و از قراردادهای سوخت گرفته تا قراردادهای کوچک میلیاردها دلار به جیب زدن. روزنامه وال جورنال گزارش داده که بیشترین بهره را از جنگ افغانستان پیمانکاران ارتش امریکا برده است پیمانکاران ارتش امریکا در افغانستان از قراردادهای بزرگ و کوچک میلیاردها دلار درآمد کردند یکی از موثرترین عامل فروپاشی دولت افغانستان و حتی شکست ایالات متحده آمریکا تجارتی شدن جنگ در افغانستان بود فساد دیگری که گزارش بان آن پرداخته هزینه 6 ای میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا برای پروژه وارد کردن نه بزه ایتالیایی به هدف تقویت تجارت پشم افغانستان است اما این پروژه هرگز به مقصد نرسیده است دو سرباز گارد ملی ارتش آمریکا اهل اوهایو یک تجارت کوچک را راهاندازی کردند که ترجمان های افغان را به ارتش معرفی می آنها به یکی از پیمانکاران ارشد ارتش تبدیل شدند در کل فایده آن کمکها به جامعه افغانی به شکل واقعی نرسید بلکه هلقات مخصوصی بودند که همه سود آنرا آنها بوردند مقام های امریکایی استفاده از پیمانکاران را راهی برای پایین نگه داشتن تعداد نیروها و تلفات نیروهای نظامی می دانستند. راهی که از میان 14 تریلیون هزینه امریکا در جنگ افغانستان و عراق از سال 2001 یک سوم آن به جیب پیمانکاران ریخت. روی گزارش سیگر بیشتر بحث میکنیم با آقای دکتر رمضان بشردوس عضو پیشین مجلس اینجا در کنار ما هستن آقای بشردوس سلام بر شما شبتان بخیر با برنامه خوش آمده علیک سلام تشکر از دعوت شما افتخار میبخشین که صدای ما را به افغانهای داخل و خارج و جهانیان میرسون شما در مورد فساد در گذشته بسیار داد و فریاد زدین حالا گزارش سیگر را چطور ارزیابی میکنین جنگ 20 ساله و فساد از دید آقای بشردوست چطور ارزیابی میشه؟ به نام حق و به یاد فقرا من فکر میکنم که یک از علل اساسی و شاید تنها علل بنیادی سقوطی نظام فساد بود و شکست امریکا یا هم و امپایمانانش فساد بود یعنی بزرگترین بدبختی افغانستان صد در صد یک فساد از روزی که در افغانستان در رژیم جدید قبلی شروع شد در واقع یک قبرکونی بود که شروع به کندن قبر نظام کرده بود و متاسفانه ما با یک فساد روبرو نبودم نبودیم فساد اقتصادی بندوبالش و در عین زمان فساد اخلاقی اداری سیاسی قضایی حتی فرهنگی متاسفانه در مجموع علاقات یک زنجیر شده بود که مثل که دست و پای یک نظام بسته میکنه و به اندازه این محکم میشه که آخر خفیش میکنه از بین میبرد اولین باری که من راپور سیگار خوندم در اولین راپور سیگارم در 2009 منتشر شد در حالی که سیگار در 2002 توسط پارلمان آمریکا تأسیس شد برای تفتیش و بررسی باسازی افغانستان اگر اشتباه نکنم اولین راپور در 2009 اینا دادن و در اولین راپور 18 میلیارد دلار نوشته بود که پولی مالیات دنده آمریکا در افغانستان اصلا مفقود است یعنی می گفتن که ما میریم با وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجی آمریکا با سفارت آمریکا با یو اس ای صحبت میکنیم اینها حتی با ما یک سند نمیدن که 18 میلیارد دلار این قلم خریده شده من در اون زمان وقتی خواندم فکر کردم که اشتباه تایپی شده باشه 18 میلیون دلار 18 میلیون دلار یعنی 18 میلیارد دلار من فکر کردم که اشتباه تایپی شاید 18 میلیون دلار باشه بس. اما بعد در تمام راپور انگلیسی و دری نوشته بود واضح که 18 میلیارد دلار که به زبان راست میاد در آن زمان و بعد در راپور بعدیش 2002 2010 نوشته بود که 33 میلیارد دلار در افغانستان و عراق از پولی ما دیدی چی مفقود شده باید در هر سال که راپور سیگر آمد و بر اساس راپور سیگر است که تقریبا سه سال می شود در کاری شمالی یک محکمه هم جریان دارد که بعضی جنرال های امریکایی را که دهی فساد عمده دست داشتن و محکمه هم کشیدن بعضشان محکوم هم شدن بسیار خوب همونطور که آقای بشردوست در گزارش هم آمده بود جنگ افغانستان بیش از دو تریلیون و 260 میلیارد دلار هزینه مالی بر دوش آمریکا گذشت قصه داستان فکر میکنین از کجا شروع شد بحث فساد افغانستان یا نه از گذشته ها بود برای افغانستان فکر میکنم که یکی از کسایی که در زمانی به اصطلاح جهاد رفته بودند در کاخ سفید با رهبرای جهادی یکی از نفرای تکنیکیشون یک روز به من گفت که در یک جلسه یک از مشاورین آقای ریگان روی خود طرف رهبرای افغانستان کرد گفت که شما بعد از اسرائیل عزیزترین آمریکا هستین به خاطری که بعد از اسرائیل بیشترین دلار را ما به سویش ما سرازیر کردیم در اوایلی که نو به اصطلاح جهاد شروع کرده بودند علیه شوروی علیه اشغال شوروی بعد این رهبرای جهادی چیزی نگفت متوجه وقتی جلسه گفت قتم شد من خودم به می جنرال نزدیک کردم مهم. گفتم بله شما میلیاردها ها دلار سالی از دلار شما از آمریکا به افغانستان سرازیر می اما در جبهه جنگ به او مجاهد یک دلار میرسه این یه جنرال آمریکایی شوکه شد طرف من نگاه کرد گفت چی میگی گفتم بله گفت با کجا میشه گفتم بعد برش گفتم که از امی کاخ سفید بقیش یک یک قطره قطره گرفته میشه توسط امریکای ها افغان در پاکستان و تا در جبهه ای به مجاید واقعی یک دلار میرسه فکر میکنم از, از زمان زمان بنیاد فساد گذاشته شد و این در حکومت کرزای و این و غین آج گرفت ما وقتی که با این جوها میخواستیم از بین ببریم که یک بخش امده از فساد بود دیدیم که اونا آقای, آقای قرار گرفتن بشر شما پس موافق هستین نو سال پیش در دسامبر سال 2012 آقای حامد کرزی گفت که فساد امده, فساد امده در افغانستان تحمیلی و خارجی است در واقع مثلا فساد کوچک ما انجام دادیم رشوت مسئله رشوت هم مطرح کردن و فساد بزرگ خارجی ها فاجعه آقای کرزی این بود که ای را آقای کرزی از روز اول میدونست یعنی پیش از آمدن یعنی به حکومت وقت مشاور آقای مجددی بود در جهاد به اصطلاح او دو جوانی خود به اصطلاح این میفهمید و یک از مورهای امدهش بود وقتی که در نظام داخل شد در مثلا مثال سادیش من میگویم وقتی من این جوها را منحل کردم 2355 این جوها و در کابینه این مسئله مطرح شد آقای عبدالله آقای اشرف غنی وزیر مالی آقای عبدالله وزیر خارجه بود آقای کرزی رئیس دولت بود آقای مین فرهنگ باسازی وزیر باسازی بود انوری از زراعت بود و کازمی از تجارت بود تمام اینها سنگ طرف من انداخت من من را سنگ, سنگ سار کردن <applause> بشر دوست شما چی میکنین شما نمیدونم سابوتاژ میکنین با سازی امسال هم من شما گفتم شش ماه تحقیق وزارتی پلان ثابت میکنه که این جوها 99 درصد پول دزدی میکنند این جوهای کشورهای خارجی این جوهای کشورهای منطقه و این جوهای رهبران و بزرگان افغانستان این کارزای دقیقا میفهمید اما کارزای دو زمان از من به جای کمایت کنه اصلا از حمایت نکرد به من گفت که پشتین بله. نگرد عرف که آقای کرزای در 2009 شروع به گفتن کرد دقیقا این در روزای اول میفهمید اما در 2009 آقای کرزای فهمید که دیگر چانسش برای دوری سوم وجود نداره که قانون اساسی رو تغییر بدن نمیدونم چی کنن و همسال هم بنابراین اگر آقای کرزای روز اول تصمیم من عملی میکرد من فکر میکنم یک ضربه به فساد داده شده بود که دقیقا علقه های زنجیر دیگر هم میشکست اما این چون خودش داخل بود حتی کرزای اولین رئیس جمهوری دنیاست که در تاریخ شاید نوشته شد و اولین رئیس جمهوری دنیا است که به استلاش پلاقی چور کردن اعلان کرد گفت شما چور کنین چپاول کنین متو افغانستان مصرف کنین تقریبا این جمله خودش بود بنابراین کل سیاست مدارای افغانستان متاسفانه دی شرکت بودن و میدونستان و نفع شطور ای در واقع مریانه فساد به ستونهای حکومت زد و ما همه ساله یکی از دغدغه های کلان حکومت های گذشته در دو دهه بحث فساد بود هم در داخل باستاب گسترده داشت در رسانه ها هم در بیرون از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل بارها تاکید میکردن خود خارجی هم میگفتن چرا جلوش گرفتن نشد یا اینکه مسائل دیگه در پشت پرده بود که شما میدانید به خاطر که به نظر من یک منافقت بزرگ در جریان بود شما به یاد دارین که در 2006 دو یک کنفرانس بین المللی در لندن دایر شد در این کنفرانس خوب با بخ... بخ... خاطر دارم اگر اشتباه نکنم چون بریر ساعت رازم بود اعلان کرد که اگر حکومت افغانستان با فساد مبارزه جدی نکند یک پوند یک یورو یک دلار دیگه پرداخت نمی شود اما کل ما می که این حرفی که آقای تونی بلیر میگوید در واقع غیر مستقیم میگوید که به را ادامه بدید و بیشتر بگیرین به خاطر که تمامی سیاست مدارانی که در افغانستان در نقش اقتصادی سیاسی و نظامی مشغول بودند چی ایرانی ها چی پاکستانی ها فرانسوی ها آلمان ها امریکای ها حتی چینای ها، تمام از اینها در افغانستان فقط برای چور آمده بودند نهادهای زیادی در مورد مبارزه با فساد در افغانستان ساخته شد فکر کنم پنجشش هفتا تا نهاد ساخته شد در آخرین مورد در نومبر سال 2012 آقای غنی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد و پس از او در آخر حکومتش هم یک کمیسیون دیگه ایجاد کرد چرا در سال 2020 یعنی یک سال دو سال پیش میشه و چرا این کمیسیون ها ایجاد شد برای چی ایجاد کردنی ای کمیسیون ها را پس دقیقاً به خاطر که بیشتر پول بگیره اینو به نام مبارزه با فساد پول میگرفت حتی در بعض در بعضی خانه کمیته مبارزه با فساد ایجاد شده بود مثلا وزارت مالیه یک میلیارد دلار کمک گرفته بود که ما با فساد در وزارت مالیه مبارزه میکنیم چیزی که در تاریخ دنیا وجود نداشت اولین بار در افغانستان تجربه شد نیست که ما به نام مبارزه با فساد پول میگرفتیم و این پول هم بین خود تقسیم میکردیم و پول فساد هم بین خود تقسیم میکردیم به نام مبارزه با مواد مخدر ما پول می گرفتیم پول مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر هم, هم بین خود تقسیم کردیم و مواد مخدر هم رشد میدادیم دقیقا عدف اساسی ای کمیسون ها کمیته ها برنامه ها نوات ها داخلی و خارجی مشترک باز برای جلوگری از فساد نبود دقیقا برای رشد فساد بود برای, باید. پوشش ده. برای, فساد بود برای خاک به چشم مردم انداختن بود مطام مردم خاک به چشمش نمی رفت به خاطر که مردم عملا می دید که این ای چیز ای, ای, ای واقعا رشد فساد اما داستان یک, یک, چی شده بود که شاه دو زمان اسب و موتر نبود رفته بود دا دا باغ دیده بود که اسباب بسیار لاغر است گفته بود چرا و نفرش گفته بود دیره جا برش ورس نمیرسه بعد یک, یک مفتیش تاین کرده بود دفعه دیگه که رفته بود شا دیده بود که اسمال لاغرتر شده بعد باغبان خواسته بود که چرا برش گفته بود که مثلا یک, 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 یک کیلو جا قبلا از اسب بود ما نیم کلوش میگرفتیم دیگهش به اسب میدادیم شما یک مفتیش مقرر کردین آلی ما یک از نیم کلو بیشتر میگیریم چون یک مقدار باید به با مفتیش داده شود بنابراین به اسب کم میرسه متاسفانه تمام سیستم بر اساس فساد استوار بود اگر فساد نمی بود هیچ کدام اینا نمیتونست باشه من یک مثال بسیار زنده دارم از وزارت پلان که من استفاده استفاده کردم آقای کرزین چندین پیشنهاد داشت یک از پیشنهادهاش دو زمان گفت که ریاست کمیسیون مبارزه با فساد اداری رو چه مبوده آقای لودین روان میکنیم که دانشای پارلمان بسازه تازه تاسیس شده بود من دو شرط گذاشتم من گفتم که رئیس من دو شرط دارم شرطی اول میگفتم ایست که من روزی که معرفی میشم ساعت نو ساعت ده در میایم با یک میلی بس یا مینی بس خنده گفت که موتر لانک کروزر است لازم به مینی بس نیست گفتم نی رئیس من با مینی بس میاییم که از دفتر خودی شروع میکنم هر کسی را که ما اسناد داشتیم که متهم به فساد است در مینی بس انداخته بری تحقیق بیشتر میبریم گفت شرط دومش چیست اما بسیار جدی شد گفتم شرط دومش 1 هزار کوماندو من کار دارم ما نمیدم چ هزار 5 زار اسکر داریم 200 هزار اردو داریم شما کوماندو چی میکنین گفتم من به 1هزار کوماندو نیاز دارم که وقتی خودید یا اقای فهیم و یا آقای خلیلی معاونین یا وزرایت متهم به فساد است این کماندو دستور داره که یاد اونا رو باید بگیره <تصفح> ولی اون که محافظین خودی با اونا جنگ کنه این وظیفه شد که خودی گرفته باید برای تحقیق بیاره آقای کرسای طرف من نگاه کرد گفت با من گفت بشردو سیب راستش یک هفته است که در مقرری خودی ما با کلانای کشور مشوره دارم چی قدر تلاش میکردم که اونها رو قانی کنم که بپذره که خودی رایی شوی عالی که من شرایط خودیت هم. دی شنیدم در واقع هدف خودی تیست که دولت بگیری او زمان من منظور آقای کرزای نفهمیدم در واقع منظورش بعد ای بود که اگر ما با فساد مبارزه کنیم دولت کاملا از دست خارج میشه آقای بشردوست شما مردم با عام خاصم تقسیم میکنین بله کاملا بین اگر تقسیم بندی بکنیم فساد پیشگان در افغانستان کی ها بودن از دید شما اگر تقسیم بندی شود در بخش اقتصادی کسایی که کار میکردن در بخش سیاسی تمام نخبگان روشن فکران بزرگان کشور که به نفع نقش داشتند اینها در واقع در فساد داخل بودند کم یا زیاد خورد کم می گرفتن، یا زیاد می گرفتن. ما که نخواستیم دقیقا دی حلقه داخل شویم بیش از نو ما ما نتونستیم که یک, یک ساعت دیگه بیمانیم حتی من خوب به خاطر داریم که آقای کرزی به من گفت که بشردوسف جلسه کابینه است کابینه نیم ساعت منتظری من است در هر کس از دفترش که بیرون میشی یک زینه از طرف پایین میره یک زینه است که طرف موتاکی جلسه میره دم سر زینه من آقای کرزای به اصطلاح از چپنش گرفتم گفتم رئیس صاحب به من بگو که او دسمی من با این مرحل کردن جو میپذیری یعنی با مورد بشردو سه بریم دم جلسه کابینه شرکت کنیم بعد از او من گفتم نه رئیس فکر میکنم که شما بازی میکنین من از زینه پایین شدم و رفتم و در روز پلان پت کنفرانس خبری گرفتم استفاده دادم یعنی کسی که دهن جواله نمی گرفت باید. هیچ ممکن نبود که در پوست ش... عالی شما میرسی. گفتین که فساد در واقع عامل اصلی فساد خارجی ها بودن پس افغان ها ناگذیر بودن به شمول مثلا آقای کرزی آقای غنی دیگر را. نه عامل اصلی فساد خارجی ها نبود عامل اصلی فساد خود ما بودیم اگر ما فاسد نمی بودیم یعنی اگر ما عاشق جیب و چاکی خود نمی بودیم پدر خارجی نمی تونست من باز وزارت پلان مثال می زنم بله. دواز... اما حالا بیشترین سود پیمانکاران آمریکایی برده صد در صد اونا خو می گفتن اونا خب می گفت اجازه را ما دادیم برشان که بله. بکنه صد در صد خب بخاطر پول... که ما دانجوها نگرفتیم بله پول از اونا بوده, از اونا بوده. پ... اما ما اوت... مثلا با ما هم می گفتن کلان گفتن پولی ماست من گفتم که شما مثلا در آلمان یک پوستر چوب میکنی در مترو در سرک در بیل بورت، بچه و دختر افغانستان در حال مرگ نشان میدین گریس نست هم حکومت آلمان و هم مردم آلمان صد یورو کمک میکنه ایره کمک مردم میکنه برای, اف... برای افغانستان برای مردم افغانستان نه برای شما در واقع پول از ماست نه شما و شما از این سوی استفاده میکنین ما متاسفانه اگر فاسد نمی بودیم ما میتونستیم مثل ژاپن. ژاپن بعد جنگ جهانی دوم حتی یک کرزه آمریکایی اونجا نیافت یک جنرال خود مقرر کردن یا آلمان بعد از جنگ جهانی دوم پلانی مارچال یا فرانسه یا بلجیم اما رهبرانشان نخبگانشان گفتن ما کشور خود می سازیم. ما حساب بانکی خود پر نمیکنیم ما ملت خود دوست داریم ما در قصه چوکی خود نیستیم و آمریکایا پدرش نتونست که در اونجا پول دزدی کنه درست آقای بشر دوست. اگر همین پول که سرازیر شد به افغانستان حالا از او انتقاد میشه و اگر به درستیش استفاده میشد مدیریت میشد افغانستان در کجا بود به نظر اگر دو تریلیون دلار آمریکایی ها میگوید شاید تخمینا یک تریلیون هم پول ژاپن و نمیدونم انگلستان و اروپا و حتی لیتونی هم به ما کمک میکرد اگر ما سه تریلیون دلار بگیریم من فکر میکنم امروز افغانستان باید سر زندگیشی ز... م... خانهشی یخچالش موتورش فابریکایش سرگایشی حتی تا 20 سال بعدم هیچ کشور به سطح ما نمی رسید پس این پول ها به کجا شد این پول ها در حساب بانکی دزدان افغان رفت در سوم بانکی دزدان خارجی رفتن و با خاطر این است که من من ای پول ها را می در کجا پیدا کنیم به نظر این پول ها در بانکی ای پول ها در خلی افغانستان در دا داخل افغانستان صد در صد لحظه با خاطر است که من تحجیب خب. کنم که سران حکومت فعلی چی کار کردن می هیچ حکومت فعلی هیچ کار اصلا حکومت فعلی نمی خواهد که کار کنه حکومت فیلی خود دستان کچی هستن چپ میزنن تظاهرات میکنیم ده میلیون دلار از آمریکا شما, شما, در جریان هستن اقداماتی را برداشتن در متاسفانه حتی متاسفانه ما نشانه هایی میبینیم که بعضی فاسدین مقرر میشن مثلا کیا؟ مثلا مدیر میشن، رئیس میشن، یکی نیست، دو تا نیست، تا نیست ما حتی میشنویم که اونمو کسایی که از مال دزدی کردن برای بعضی مقامات طالبا میمانی میکنه، گزفن میکشن و قصص و صحبت است و فلان است و حتی کسایی که دوستی دارن در نوالی یکی نیست، دو تا نیست که ما نام بگی، بگیریم اما شما ما... که حکومت کنونی بزرگترین دستاوردشان تا اینجای کار در واقع محو فساد میدانند. من به حکومت فیلی توصیه میکنم که بر اساس شعار بر اساس بیلبورد بر اساس اینها مردم فریب نمیخورد اینا صد سال طالبا اگر شعار بدهد بیلبورد چاپ کند به سویه مشاورین اینو غیر و, و کرزه نمیرسند که اونها هر روز چی که نمیدادن بنابراین من متاسفم مثلا به عنوان مثال من هیچ ندانستم که حساب بانکی را برای جادی و چپی و دموکراسی وکیل وزیر جنرال رؤسا اینا بلاک کردن کار خوب کردن اما آزاد کردن اینا فعلا برای ده میلیارد دلار با امریکایا جنجال دارن تظاهرات را میندازن ده میلیارد دلار بگذار که آمریکا امروز ندهد یک روز 50 میلیارد دلار با عشق میدهد به شرطی که خود اینها میلیاردها دلاری که در اختیارشان است در حسابهای بانکی هستند در افغانستان بعضی کسا از اونها درامت ها و چیزهای بزرگ ساختند امروز اگر واقعا اینها درست منجمن کنند من معتقد استم که در یک افته ما سی میلیارد دلار با حساب بانکی میکشیم از پول نامشروعی که دوزدان در 20 سال دوزی کردن و فعلا در اختیارشان است اما متاسفانه من نمیدانم که اینا چرا ماش معلول معیوب اسکر پلیس مامور معلم اجیر پنج برابر بالا و اینا کم کردن امروز بیش از یک میلیون مولوی ما ملایم ما, ما ماش نداره از خانه مردم 50 افغانی ما نه 100 افغانی جمع میکنه که خود اینا گریسته است اینا باید عاجل بهترین ماش بر تا این کنه میلیارد ها دلار در اختیار ایناست اما متاسفانه اینا هیچ اقدامی نمی کنند آقای بشردوست شما با مردم در تماس هستین و کار میکنین همکاری میکنین کمک میکنین مردم در چه وضعیتی هست؟ آیا همین وضعیتی که مردم داره امروز مثلا امروز گزارش شنیدیم که در مرز ایران یک مادر جانش از دست داده چندین گزارش های بعد در مورد افغانستان شنیدیم و ادامه داره همین وضعیت مسئولیتش به دوش کی است دیشب یا پریشب بود ساعت شش و من طرف دیبوری میرفتیم از پیش یک نانوایی تیر شدیم نا شب شده بود یک مردی افتاد ساله باری سفید پیش یک نشسته بود یک کراچی مملو از چوبایی که جمع کرده بود در فیسبوک تان انداخته, انداخته بودم انداخته بودم دقیقا ما سلام کردیم به من گفت بشر سب چوب پیدا کردم از اینجا جمع کردم از اونجا جمع کردم شاید درخت قط کرده باشه و هم هم اما اینجا پیش نانوی نشستم در غم نان ماندم با خاطر در خانه نان نداریم یعنی به فکر رفته بود اصلا در دا حال بسته شدن بود یک تصادفی شد که ما از, از اونجا تیر شدیم این مش نمونه خروار است مرز بگذار در داخل ما به من تلفن میکنن به من میگه بشر دوست ما لباس خود میفروشیم ما اتو را میفروشیم ما یک چغال میفروشیم مسئولیت از این دقیقا به دوش حکومت فعلی است خب بس... حکومت فعلی میگه که میراثی که از حکومت گذشته مانده میراثی ای... چی این وضعیت مثلا به دوش آمریکا میندازن به دوش رهبرانی که به گفته شما فاسد بودن صد در صد این اقتصاد بزرگ که سراپا افغانستان نمیتونه در یک سال دو سال سه سال استاد شود چون پلان های دراز مدت میان مدت لازم است و این کار میخواه وقت میخواه برنامه میخواه اما پلان های کتا مدت حکومتی که چار در چار ماه ماشی چار ماهی مامونی داده نتونه یا درست ماشی نده حکومتی که ماشی بخور نمی را کم کنه حکومتی که برای خود مثلا برای رئیس الوزرا یک هزار افغانی ماش تعین کرده اما برای معلیم پنج هزار یعنی چی؟ کدام عدالت؟ ما خود در صدر نه. اسلام بین حضرت عمر و خادم مسجد تف... تفاوت نمیدیم و بعد من تعجب میکنم که میلیاردها ها دلار پول دزدی پول حرام، پول غیر قانونی که در جب مقامات بلندپایی دولتی و در حساب بانکیشان است خب، چرا از اینها استفاده نمیشود؟ آقای بشردوز، حکومت هم حرفای خودش میگه شما میشنوین که مثلا پول های افغانستان در پیش آمریکا منجمد مانده و فشارهای سیاسی را مطرح میکنن میگن ما رویش کار میکنیم از این وضعیت بیرون شود اشتباه بسیار بزرگ است که اینها فعلا بر ده میلیارد دلار با آمریکا خود بزنن فعلا آمریکا ده میلیارد دلار بگیرن من معتقد هستم که ای حکومت پایا خود قوی کنه میلیاردها دالر دیگه که در اختیارش س استفاده کنه مردمه سیر کنه آباد کنه فساد از بین ببره دو سال بعد سه سال بعد اگ آمریکا با گیریه با اشک 5 میلیارد دالر نیاورد ما دست خود قطع میکنم اگر آمریکا پیش ما عذرزاری نکرد یا آمریکا یا فرانسه یا ایران کشور دیگه اگر این ملت خود مثل اوکام سابق نگاه کنه از 5000 سال تاریخش و یا 20000 300 سال تاریخش اگر مردم افغانستان اینها مثل اوکام سابق من معتقد هستم که یک, یک کشور کوچک میتونه به اینا ضربه اساسی بزنه اینو میلیارد ها دلار در اختیارش است درست و دیگری که اینا سیاست نکنه سیاست با معنی سیاست مکیویلی سیاست ابو سفیان یعنی اینا سیاست محمدی کنن اینها هم از مردم از گرسنگی مردم به عنوان یک عالی فشار سر آمریکا استفاده میکنن آمریکا هم از گرسنگی مردم به عنوان یک عالی فشار و سلی فشار بالای اینها استفاده میکنه من به یقین که یک یک رئیس وطن دوست یک رئیس وزرا یا امیر یک خلیفه یک پاچا این باید کاری کنه که به نفع ملتش باشه و ملتش باید این کنه امکانات زیاد داره من من به یک دستم که اگر ملت گرسنه است رئیس الوزرای کشور نباید دو نو غذا بخوره بر نان خود تقسیم کنه به عنوان پرسش اخیر آقای بشر در چه صورتی آینده خوب در انتظار افغانستان است که از روزهای بعدش یاد نکنه آینده خوب در, افغانست در, در افغانستان زمان امکان داره که از مردم عام باز من میگویم مردم عام و خاص خواست. مردم خاص کنار بگذاریم مردم عام بچه و دختر عادی کشور پینجا و یک حد اقل در صدی مردم ای بچه یا دختر درک برسانه و او, در آن زمان این افغانستان با, 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 زخیره خداوند به داده چارصد نوم معدنی که داره آبی که داره آفتابی که داره من معتقد هستم که افغانستان در پنج سال میتونه صد زندگی شد از سویدن و از سنگاپور و از, از نروژ دانمارک هم بالا ببره جا آمریکا و این فرانسه اینا که بگذاریم متاب به شرطی که یک رئیس جمهور یک رئیس یک خلیفه یک امیر المومنین متقی متخصص وطن دوست صادق که فرق بین اقوام مذاهی ادیان و امثال هم نبینه در صد اسلام مذهبی وجود نداشت حضرت محمد صلی الله علیه و سوال کنید که از کدام مذهب هستی یا حضرت عمر یا تشکر. حضرت علی بسیار زیاد تشکر, تشکر از حضور تان آقای دکتر رمضان بشر دوست و مجلس خوش آمدیم به برنامه حال هم شما را دعوت میکنم به مصاحبه ویژه سفیر ایران در افغانستان با همکارم بهرام امان اما پس از میان برنامه کوتاه.